سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان تریدر امیدوارم حال همه که خوب باشه امروز بحثمون یکم یک متفاوت تر نسبت به ویدیوهایی که به صورت معمول میذاشتیم میخوایم راجب به این قضیه صحبت بکنیم و راجبش من بهتون در ادامه این مبحث تکنیک های کاربردی رفع این مشکل رو خواهم گفت راجبه این مشکل میخوایم صحبت کنیم که برای همتون پیش اومده فرزن توی یه تریدی هستین استاپلاس داره تیک پروفیت داره تریدتون مثلا توی یه مقدار کمی سود هست شما میایین بیرون و می بینین مثلا اگه فقط نیم ساعت 20 دقیقه اگه تحمل کرده بودیم تیپی شما میخورد مثلا دارم میگم تیپیتون 100 دلار بود شما اگه فقط 20 دقیقه تحمل کرده بودین 100 دلارتون رو میگرفتین ولی مثلا شما با 4 دلار 2 دلار اومدین بیرون در حالی که بعدش نمودار اصلا به سمت استاپ شما نرفت از همون جایی که بود حرکت رو به سمت بالا شروع کرد یا شما نمودارتون توی سود میره مثلا تو همون تی پی شما که مثلا 100 دلار بود نمودارتون حرکتش رو شروع میکنه مثلا تو 90 دلار سود میره به تیپی شما هنوز نمیرسه یکم مونده تا به تیپی شما برسه بعد برمیگرده استاپ شما رو میزنه و در خلاف جهت میره شما 90 دلار داشتین که کلیک کنین ولی متاسفانه یک کروش از اون 90 دلار به شما نرسید که هیچ استاپ هم خوردین وقتی همچین مسئله پیش میاد مقصر کیه کجا اتفاق میفته که در واقع این ناکامی کجا داره اتفاق میفته اگه درست فکر کنیم بینیم که در واقع علت شکست یعنی مانعی که بین من و موفقیت قرار داشت خود من بودم من بودم که ترسیدم با یه سود کوچولو کلیک کردم اومدم بیرون من بودم که تمر کردم گفتم نه حتما باید به تیپی من برسه نیومدن بیرون و این اتفاق افتاد خب پس در واقع در دورانی که ما به عنوان یه تریدر فعالیت میکنیم بعضی از جاها هست که مسبب اون مشکلی که به وجود میاد خود ماییم پس در واقع باید روی خودمون کار بکنیم امروز میخوام میگم اول ارز کردم بهتون تکنیک هایی یاد بدم که بتونین در واقع خودتون رو برای همچین شرایطی آماده کنین و این اتفاقا براتون نیفته یا کمتر براتون بیفته اینجا دسته دیگه ای از تریدر ها رو ما داریم عزیزانی که تازه وارد تر هستن معمولا این اتفاق براشون میفته معمولا تازه وارد ها دنبال یک کلید جادو میگردن فکر میکنن ترفندی نکته مثلا یه راه میانبری وجود داره که اگه اون مثلا کلید طلا رو کسی به من بده دیگه تموم شد من یه شبه پولدار میشم خب و همش اون اوایل دنبال این میگردن که ماجرا رو دور بزنن دنبال در واقع معجزه میگردن دنبال ترفند میگردن به جای اینکه دنبال تکنیک بگردن خب بعضی دیگه از در واقع دوستان تازه وارد داریم که پله ها رو درست طی نمیکنن یعنی طرف میدونه خب من تو یوتیوب گشتم یه استراتژی پیدا کردم به نظر من منطقی اومده خب من چه میدونم این استراتژی درسته یا نه اینو باید با حساب مثلا دمو 20 تا 50 تا ترید بزنم بعدا با حساب ریل با پول کمتر چند تا ترید بزنم بعدا اگه ریسک بری درست در اومد بعدا اگه وین ریتش درست در اومد با حساب اصلی مثلا ریل هم بخوام کار بکنم اینا رو طی نمی کنن مثلا دو تا حساب دو تا ترید دمو میزنه میبینه درست هم میره مثلا با کل اکانتش یهو این کار رو انجام میده و متاسفانه باعث میشه که یعنی تی داستان آخرش نابودیه باعث میشه که همه سرمایهشون رو از دست بدن مسبب کیه بازار نخیر بازار داشته کارشون میکرده مسبب تریدره مسبب منم مسبب شما این خب مسبب صاحب حسابه که در واقع چون بعضی از موارد رو رایت نمیکنه این اتفاق براش میاد خب یواش یواش میخوایم بریم سر وقت این که خیلی خب حالا فهمیدیم مشکل کجاست چطوری این مشکل رو باید درمان کنم خب حالا در واقع رو اون میخوایم کار کنیم و ویدیوهایی هم که در آینده قرار درست بکنیم سعی میکنیم حداقل هفته یه بار در مورد مشکلات این مدلی بحث بشه و در واقع راهکار ارائه بشه اوکی ترید رو بیایم به سه بخش تقسیم بکنیم که بتونیم در واقع درمانش رو پیدا کنیم شما به عنوان یه تریدر من میام به چهار بخش تقسیم میکنم میخوام شانسم دخالت بدم خب یه بخشی به عنوان در واقع تکنولوژی بیایم در نظر بگیریم چه سخت افزار چه نرم افزار شما احتیاج به یه در واقع دیوایسی دارین که باهاش به بروکر وصل بشین حالا کامپیوتر موبایل تبلت هر چی که هست خب احتیاج به اینترنت داریم این سخت افزار داستان احتیاج به نرم افزار دارین در واقع پلتفرمایی که باهاش ترید میکنین اینا رو میرین آموزش میبینین کاری نداره این اتفاق سایت ترین قسمت یه بخشی هم میایم یعنی میگیم شانس هم ما داخل دخیل بکنیم خیلی خوب و یه بخش دیگه هم خدمتتون عرض کنم که تکنیک ترید کردن استراتژی میخواین تحلیل تکنیکال میخواین بازار چطوری حرکت میکنه این هم در واقع بخش تکنیکال داستانه بخش آخر که به نظر مهمترین بخش. حل کردنش خیلی سخته کنترل احساسات در واقع کنترل ذهن تریدر این مهمترین قسمتشه حالا اگه قرار باشه من اینو به عنوان پکیج 100 درصدی برای تریدر شدن در نظر بگیرم اون شانس رو نهایتا 5 درصد در نظر میگیرم و همون اول میگم که من آدم بد شانسی ام از پکیج 100 درصدی تریدر در شدن من 95 درصد دارم اون 95 درصد رو میخوام کار کنم 5 درصد بذاریم به حساب شانس بره اون در واقع تکنولوژی داستان که کاری نداره اونو همه تو میتونیم حل و فصل کنیم و در مورد قسمت تکنیک داستانم به نظر من بیشتر از 20 25 درصد دخیل نیست پس در واقع یه چیزی دوره برای 70 درصدی که میونه کنترل ذهن تریدره کنترل احساسات یک تریدره خب اونو باید بتونیم درست حل و فصل کنیم خب حالا میگم این داستان تو یه ویدیو تموم نمیشه ادامه داره ولی امروز میخوام در مورد م... اون موضوعی که اول صحبت کرده بودیم صحبت بکنیم که اون اتفاق بر اون نیفته حالا فعلا تا برسیم اصلاحات دیگه که بعد روی خودمون انجام بدیم به عنوان بزرگترین مشکل موفق شدنمون در اون کریر تریدر شدنمون خب ببینید شما به عنوان تریدر یکی از راهکارهایی که میتونیم در واقع از اون اشتباهاتی که من عرض کردم از ترید زود نیاییم بیرون از ترید دیر نیاییم بیرون فلان از اون اجتناب بکنیم ژورنال نویسیه این چیز جدیدی نیست من تو سالهای گذشتم راجع به این قضیه صحبت کردم عزیزانی هم که توی سالهای گذشته به عنوان دانشجو ما در خدمتشون بودیم من اینو گفتم که سالها قبل مثلا سال 2013 14 به این من خودم این کار میکردم به صورت روزانه همه چی رو بنویسی نگاه من که الان این همه سال کارم اینه ببینید این دفتر من به صورت روزانه چیار رو باید بنویسیم نگاه شما سر صبح میایین یه سری چارت تا انتخاب میکنین برای ترید کردن اومد این تحلیل تکنیکال کردین مثل من نوشتم مثلا طلا یورو یو اس دی فلان بی سال این به اونجا برسه این به مثلا به این منطقه برسه فلان میتونه اینطوری بشه میتونه اینطوری باشه من اونها یه ریزی کردم همینجا یه لحظه وایسیم برسه به آخر روز معلوم میشه که این چارتا آیا به اون مناطقی که من میخواستم رسیدن یا نرسیدن من ترید کردم یا نکردم ترید نکردن هم باید مشخص بشه خب این مثلا چه میدونم بیورو یو اس دی که تو گفتی مثلا بایی داره اگر رسید به این منطقه رسید به اونجا چرا نرفتی تو پوزیشن هم؟ حتی اینا هم باید مشخص بشه خب پس در واقع مراحلش به این صورت میشه قبل از ترید در طول ترید بعد از ترید خب یعنی شما باید مشخص کنین که خب من این چارتا رو انتخاب کرده بودم تاریخ داره مشخصه دیگه امروز به فلان عددا من فهم باید میرسید که من واکنش داشته باشم تو این پوزیشن ها رفتم حالا چه سود کردم چه ضرر کردم خب مشخصه اینو باید بی زحمت چند تا چیزشو مشخص کنین یک من در طول ترید چی ها رو تحمل کردم نگاه شما وقتی میرین توی پوزیشن تو سرتون یک صداهایی میاد بیا بیرون چه میدونم این یکی هم اشتباه شد چه میدونم الان که برگرده طمع نکن چه میدونم صبر کن میره فعلا یعنی در واقع تو ذهنتون یه با... اینجوری وجود داره خب صداهایی که میگه مثلا بیا بیرون صداهایی که تشویقتون میکنه بمونین خب ش... این شما اینکه در نهایت باید تصمیم بگیریم پس اینا رو بنویسین بنویسین بگی... مثلا علارغم اینکه توی 15 دلار مثلا سود بودم چون مثلا 20 دقیقه گذشته بود هنوز به تیپی نرسیده بود خیلی دلم میخواست که بیام بیرون ولی مثلا چه میدونم موندم پنج دقیقه بعد مثلا تیپی خوردم اومدم بیرون خب اینا رو بنویسین که آخر هفته مثلا به صورت هفتگی بیاین اینا رو بررسی کنین ببینین که توی اون ترید من چه احساساتی رو تجربه کردم اینا رو برای خودتون بنویسین یا مثلا دارم میگم حتی به قبل هم میتونین برگردین بگیم بگیم که خیلی خوب مثلا من روز چهارشنبه ترید کردم چون میدونم این مثلا ترید اشتباه در اومده مثلا علت چی بوده مثلا چه میدونم سه شنبه ای یا مثلا صبح چهارشنبه مثلا فلان خبر بد به من رسیده بود من تمرکز نداشتم مثلا نباید اون روز ترید میکردم خب اینا رو همه رو برای خودتون بنویسین این باعث میشه که به یه خودشناسی برسیم ببینید این استراتژی نیست ما بیایم بگیم خیلی خوبه این استراتژیه همه بر مبنایی میتونیم عمل کنیم مثلا من عمل کردم خوب بوده شما هم عمل کنیم میتونید نتیجه بگیرید نه کرکتر آدمو با هم دیگه فرق میکنه نگرش آدما با هم دیگه فرق میکنه خلق و خوی آدمو با هم دیگه فرق میکنه خب به خاطر همون اینا چیزیه که هر کی خودش باید برای خودش مشخص کنه هر کی خودش باید به خودشناسی برسه چون متغیرها دیدین فرق میکنه خب و چیز دیگه ای هم که باید یادداشت بشه توی در واقع ژورنال نویسی روزانتون بعد از تریده خیلی خب ما ترید زدیم حالا خیر شر کاری ندارم اومدیم بیرون اینم بنویسین مثلا چه میدونم من یه ضرر مثلا 200 دلاری کردم الان چه میدونم سه ساعت گذشته هنوز حالم فرجاش نیومده دیگه امروز دارم چه میدونم میخوام تریدو ببندم دیگه ترید نکنم مثلا خب اینا رو بنویسین آخر هفته اون در واقع اینا رو میبینی میبینی خب اون موقعی که تو معیوز شدی گفتی مثلا چه میدونم یه همچین ضرری کردم دیگه چه میدونم حوصله ندارم ترید بکنم بسیا بس اگه مثلا دو ساعت بعد اومدی چارتو نگاه کردی ببین چه موقعیت خوبی رو از دست دادی بودی 100 درصد میگرفتیش حداقل حالا نمیخوام بگم همه ضرر تو یه بخشی از ضرر تو جبران میکردیم مثلا خب اینا رو به صورت روزانه برای خودتون بنویسیم چیزایی که به دست آوردین چیزایی رو که از دست دادین چیزایی که میتونه مال شما باشه ولی شما تعلل کردین و احساساتی که در طول روز همراهتون بوده اینا رو به صورت روزانه یادداشت میکنین آخر هفته اینا رو نگاه بکنین خب این باعث میشه که شما یک دیدی نسبت به خودتون داشته باشین یواش یواش خودتون رو بهتر میشناسین یواش یواش نقاط قوت خودتون نقاط ضعف خودتون رو کشف میکنین میتونین در واقع اصلاحاتی که لازمه رو اعمال بکنین خب و به مرور زمان این مسائلی که گفتم براتون حل میشه خب میگم این در واقع چیز جدیدی نیست من حالا بگیم 2014 تا الان ده سال قبل در واقع این کار که هنوز هنوزم دارم انجام میدم چرا نباید بریم مثلا آخر خب تریدات که معلومه میره کانتی تو میاری می‌بینی چی باید. چی, باید. چی, باید. چی باید. هر چی نه این که من تو اون پوزیشن چی فکر میکردم چی احساس میکردم توی کانتی استوری من نمیاد خب اینا رو باید بنویسین که در واقع نقاط ضعف و نقاط قوتتون مشخص بشه بعد به مرور میگم به خودتون تسلط بیشتری پیدا میکنیم خب این به عنوان در واقع فاز اول سلسله ویدیوهایی که میخوایم راجع به روانشناسی بازار در واقع کنترل احساسات کنترل حالا روان خودمون در ترید کار بکنیم با هم دیگه تکنیکی بوده که انجام دادم این خواستم باتون با شیر کنم انشالله در ادامه هم بتونیم تو هفته های آینده هم ویدیوهای به این سبک درست کنیم که یه سری مشکلات دیگه هم که هست اونا هم اول مشکل مطرح کنیم بعد در واقع درمان و مشکل هم خدمتون ارائه بشه امیدوارم که همگی سعی سلامت باشین وقتتون بخیر